و حسالمون که نمیدونیم موقعش مردن یا با عذاب مردن یا چند وقت موندن و مردن، این خودش یه جور دیگه است. ما الان کسی که بهمون میگه موقعش مردن، خیلی راحت تره برامون تا اینکه بفهمیم یه روز موندن یا دو روز موندن یا با عذاب موندن و چجوری اینطوری کبود شدن، نمیدونیم، دقیقی نمیدونیم، ولی دوست داریم که واقعا همون وقتش مرده باشن، یعنی عذابی نکشیده باشن. اینطوری حال و احساسمون خیلی بهتره تا اینکه یه درصد هم بفهمیم با اذیت و با خفگی و با گرسنگی و تشنگی مردن. دختر بزرگم ملیتاس 13 سالشه، دختر کوچیکم میتراس 11 سالشه، البته 11 سال کامل نکرده، برج 6 11 ساله رو تموم کنه. کلاس 4م کوچیکه، بزرگم 7م. مثل مردم عادی رفته بودیم، دخترموشون نوبت دندون پزشکی داشت. آره، دختر من از امتحان اومده بود، بعد ما داشتیم در میومدیم، دیدن که ما میخواییم بیاییم، گفتن ما هم بیاییم. یه دفعه خودشون لباس پوشیدن و اینا، بعد در اومدیم. اونجا هم که رفتیم تا ساعت 11:30 دختر چیز دخترموشون نوبتش خیلی طول کشید. اونا هم داشتیم راه میرفتیم، خرید کردن، تولد برادرشون بود، پنجشنبه بود. بعد یه دفعه گفتم بستنی میخوان، زنموشون هم اومد پایین، گفت که منم میشینم پیشتون تا دخترم تموم کنم. ما هم وارد شدیم، یه دو دقیقه طول نکشید، داشتیم با هم دیگه حرف میزدیم، بعد دخترام اینا سفارش دادن، زنگ زدن که از مطب که دخترموشون کارش تموم شده. بعد دیگه خواستیم همگی بریم، دست جمعی بریم. بعد دیگه من بهشون گفتم که نیاز نیست، شما بشینید، خودم میرم. تا شما بگیرید بستنی و اینا رو بخورید، خودم میرم، سری میارم میام. دیگه تا اومدم دو دقیقه طول نکشید. قشنگ همین روبروی رستوران ایتالیایی هست که دو قدم. اینجا بودم تا دیگه ساختمانه یه دفعه ریخت. خب چی بگم؟ اصلا خبر درستی به ما نمیدادن. یکی میگه احتمال اینکه خیلی از زندان صدا شنیدیم، صدا بچه پایین هست. یکی میگه نمیدونم موقعی که دخترم رو دوردن میگن زنده بوده، مثلا با دست داشتم دیوار رو میکندن که بتونم مثلا نفس بکشم. هر کسی خبری با هم میورد، یعنی ما هر دقیقه یه خبری میشیدیم بیشتر دیوونه میشدیم، اصلا بیشتر خراب میشد. مثلا کسی نبود که مثلا حرف حقیقت بیاد به ما بگه. بعد کاری هم اجازه هم نمیدادن که ما اونجا به این کاری بکنیم، فقط نظارگر بودیم. هر کس هم یه چیزی به ما میگفت بیشتر ما رو ناراحت میکرد، بیشتر و اعصابمون میرفت. دیگه تا دختر اولی اومدیم بیرون یه خود آرومتر شدیم. یه دیوز هم دومی دیوز صبح هم درورد خدا رو شد، فقط کبود شده بودن و هم کردن، ولی بدنش دوتاشون سالم سالم بودن، هیچ ضربه ای هیچ زخمی یا مثلا نسبت به بقیه خیلی بهتر بود. بعد ما خدا رو شکر میدونستیم مثلا بچه هامون کجا هم رفتن، مثلا کدوم مغازه چیکار میکردن. مثلا ما میدونستیم رفته بودم پیش بستنی فروشی، همونجا میگشتیم نگاه میکردیم، ولی بازم خانواده بود که نمیدونستن اصلا بچه هاشون کجا هم باید کجای باید بگردن. واقعا خیلی سخت بود. بازم خدا رو شکر که ما مثلا تموم کردیم. خانواده میدیدیم که خیلی از ما بدتر بودن، خدا رو شکر میکردیم، میگفتیم بازم ما خوبیم. مثلا من خانومم بچه‌م همون اونجا بودیم، مثلا من و بچه‌م رفتیم، خانومم بود. خیلی اصلا کل خانواده‌شون از دست داده بودن. سر نماز دعا می‌خوندیم، من و دوستان خانوادم براش که هر چی زودتر سر سلامت برگرده. و صدق الله و رسوله و بلغ المرسلون لا اله الا الله هذا ما وعد.
وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله اتفاق به نظر من خواست خدا است. من فقط میخوام از مسئولین بفهم مثلا مقصر اصلی پیدا کنن و کاری کنن که دیگه این اتفاق دیگه تکرار نشه. برای مثلا خانواده های دیگه، برای مثلا ما چی بگم، دیگه واقعا سخت بود. شاید ما بتونیم تحمل کنیم ولی خانواده های دیگه شاید نتونن تحمل کنن. دوستت رو شنیدی چه حالی داشتی تو اون روزات اون لحظات؟ یعنی من خیلی ناراحت شدم و براش گریه کردم، نگران شدم، ولی که دیگه متاسفانه که فوت شد و سمه خیلی نگران شد، ناراحت شدم. میترا جان دوستی مهربون بود، با معرفت بود، هیچ وقت با کسی دعوا نمی کرد، خیلی دوست خوبی. میترا از بهترین دانش‌آموزان که کلاس من بودن، دانش‌آموز بسیار مهربان، بسیار فعال و همیشه در کلاس حاضر بود، فعال بود، پاسخ خوب بود و تمام فعالیت ها واقعا به نحو احسن انجام میداد که متاسفانه در این حادثه چون نزدیک محل حادثه بودن این اتفاق براشون افتاد و وقتی خبرش رو شنیدیم خیلی متاسف و اندوهگین شدیم که جویای احوال شدیم از خانوادشون. دست به دعا بودیم که انشاءالله صحیح و سلامت پیدا بشن از این حادثه، اما متاسفانه بعد از چند روز جستجو خانواده اطلاع دادن که میتوا و خواهرشون که هم باشون بودن توی این حادثه از دست رفتن. وقتی این حادثه رو شنیدیم اونقدر متاثر و ناراحت بودیم چون چند روز طول کشیده بود تا پیداشون شد. انتظار داشتیم که مثلا زنده باشن و همیشه براشون دعا میکردیم، ولی متاسفانه بعدش خبرش رو والدینش به ما دادن که دیگه مثلا تا امید کردن و ایشون فوت شدن. اول ملیکا پیدا بشه و بعدش میتا چند روز پیش پیدا شد. من واقعا خیلی ناراحت و متاسفم که چین دانش آموزای خوبی رو ما از دست دادیم. ما از جزیره دو تا دانش آموز رو، یکی هم میترا جان و ملیکا که پای هفته بود رو از دست دادیم. واقعا خیلی ناراحت هستم. این دختر بزرگم ملیکاست، 13 سالشه. او دومی میتاست، 11 سالشه. اونم زن عموشونه. 4 تا بچه داره، یه بچه 4 ماه هم داره. تازه به دنیا اومده. خیلی حس بدیه چون من نمیبینمش سر کلاس. من خیلی ناراحت شدم. خیلی ناراحت شدم چون میترا کلاس پنجم با همون نمیره. خیلی ناراحت.